سوال 229 میگه واکنش کلی سلول گالوانی. بچه این سوال رو که میخوای حل کنیم چیکار کنیم؟ اولین کار بین آلومینیوم و مس کی منفی تره کی مثبت تره؟ توی سری الکتروشیمیایی آلومینیوم از مس منفی تره. اگه آلومینیوم منفی تره پس آلومینیوم الکترون دهنده تره، مس الکترون گیرنده تره. این مهمه ها. میگه اگه ماده ای صفر منفی تر داشت الکترون میده به اونی که ای صفر مثبت تر داره. خب اونی که ای صفر منفی تر داره الکترون دهنده است، اونی که ای صفر مثبت داره الکترون گیرنده است. یعنی اونی که الکترون رو از دست داده الکترون دهنده بوده آنوده، اونی که الکترون گیرنده بوده کاتوده. آره؟ حالا من برای نوشتن واکنش کلی بین آنود و کاتود این کار انجام بدیم بچه ها. همیشه اول خود آنود رو بنویس، به علاوه کاتیون کاتودش کن، اون طرف برعکسش کن. یعنی اگه این بر نوشی خود آنود، اون بر کاتیون آنود. اگه اینجا نوشی کاتیون کاتود، اون بر خود کاتود. مثلا آنود من آلومینیومه میشه خود آنود به علاوه کاتیون کاتود، یعنی سی یو دوباره مثبت. اون طرف برعکسه میشه آل سه بار مثبت به علاوه سی یو. توی یه همچین واکنش هایی که تعداد اتم های شما با هم دیگه برابرن، موازنه اصلا کار سختی نیست. تغییر عدد اکسایش آلومینیوم سه واحد بوده میشه ضریب سی یو، و تغییر عدد اکسایش سی یو دو واحد بوده و میشه ضریب آلومینیوم. پس من باید دنبال معادله دو آل به علاوه سه تا سی یو دوباره مثبت باشم. خب گزینه دو این ویژگی رو داره، گزینه یک هم این ویژگی رو داره، گزینه سه و چهار هست. اما ادامش گفته EMF بر حسب ولت چند چه مقدار می باشد. EMF برابر است با ای صفر کاتود منهای ای صفر آنود. کاتود شما مس بوده، خب میشه 34 صدم منهای ای صفر آنود که آلومینیوم بوده، یعنی منفی 1.66. اینا با هم دیگه حساب بشه جواب میشه 2 ولت. جواب گزینه 2 میشده. سوال خیلی خوبی بود، یه سوال مفهومی و سوال خیلی خوبی.